درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در پنجشنبه 30 شهریور 20 سپتامبر. نیروهای نظامی ایران برای یک نبرد بزرگ آماده شدند. گفته های احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران. تحریم 117 هواپیمای ایرانی به اتهام حمل و نقل سلاح و تجهیزات نظامی برای رژیم بشار اسد در سوریه توسط وزارت خزانه داری آمریکا. رزمایش ناگهانی یک روزه ارتش اسرائیل در بلندی‌های اشغال شده جولان سوریه برای آمادگی در برابر یک جنگ احتمالی. از آنجا که در عصر ظهور هستیم، این جنگ از جنگ‌های بسیار مهم است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی ایران برای نبردی بزرگ، اخبار حضور نظامی ایران در سوریه را رد کرد و گفت همان گونه که وابستگان نظامی دیگر کشورها در کشور ما حضور دارند، وابستگان نظامی کشور ما نیز در سوریه و دیگر کشورها حضور دارند. رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران هم گفته بود همکنون در حدود 15 کشور جهان از جمله کشورهای سوریه و لبنان وابستگان نظامی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با نیروهای مسلح در شمال ایران گفت برخی کشورهای انقلاب کرده این روزها به خاطر فشار آمریکایی ها مجبور به بعضی موضع گیری ها می شوند، در حالی که مسئولان نظام اسلامی در تمامی 33 سال اخیر مقابل این گونه فشارها ایستادند. به گزارش رویترز، بحرین و امارات متحده عربی محموله‌ای را در راه ایران توقیف کردند. مسئولان دو کشور مدعیان این محموله می‌تواند شامل اقلامی باشد که در برنامه هسته‌ای ایران قابل استفاده هستند. وزیران خارجه گروه 5 به علاوه یک هفته آینده در نیویورک برنامه اتمی ایران را بررسی می‌کنند. این دیدار پس از گفتگوی بین سعید جلیلی و کاترین اشتون که نشانه‌هایی از پیشرفت به همراه نداشت بین قدرت‌های بزرگ برگزار خواهد شد. همزمان ده‌ها کشور جهان به رهبری آمریکا در تدارک برگزاری مانوری در خلیج فارس هستند. ایران گفته است به دقت این مانور را تحت نظر دارد. دریادار محمود موسوی معاون عملیات نیروی دریایی ایران اعلام کرده است ایران در حال ساختن ناوشکنی به نام سهند است. به گفته دریادار موسوی این ناوشکن پیشرفته تر از ناوشکن جماران است و قابلیت حمله به اهدافی بر روی آب، زیر آب و اهداف هوایی را دارد. دریادار موسوی همچنین گفته است که ناوشکن سهند قابلیت حمله هلیکوپتر را نیز دارد. سهند نام ناوچه‌ای بود که در سال 1367 و در مقطع پایانی جنگ ایران و عراق و در جریان جنگ‌های دریایی معروف به جنگ نفتکش‌ها توسط نیروی دریایی آمریکا غرق شد. 32 سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق، ایران چقدر با یک جنگ دیگر فاصله دارد؟ از شما پرسیدیم آمریکا در چه شرایطی به ایران حمله خواهد کرد؟ همونطور که می‌بینید کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه در هیچ شرایطی حمله نمی‌کند رو انتخاب کردن. اعتقاد دارن اکثریت که آمریکا در هیچ شرایطی به ایران حمله نخواهد کرد. گزینه‌های دیگه پیش از آزمایش اتمی ایران هست، هنگام خروج ایران از پیمان NPT، معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی، پیش از واکنش ایران به حمله احتمالی اسرائیل و بعد از بهبود وضع اقتصاد آمریکا. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت بکنید. نگاه داشته باشیم در هفت پرده به ایران و آمریکا و گزینه جنگ. سال تو این کشور جنگ بود. این جنگ رو جمهوری اسلامی که به راه ننداخته بود، در جمهوری اسلامی تحمیل شده بود. خب اونایی که مخالف با جمهوری اسلامی هن در این جنگ باید چه موضعی میگرفتن؟ باید چیکار میکردن؟ چرا نسبت به اون بی‌تفاوت موندن؟ اکثر دفاعی که میتوانن از خودشون بکنن این است که بگن ما نسبت به جمهوری اسلامی بدیم. اولین هدف ما از انجام این رزمایش آمادگی برای تجهیزات و نیروی انسانی و بعد تعامل و تفاهم عملیاتی بین همه سامانه‌ها و مدیران پدافند هوایی و سومین اون شناخت نقاط آسیب.
نظیرمون در عملیات پدافند هوایی. حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش: ایران اهل تجاوز نیست، اهل حضور در دریاهاست. نیروی دریایی ایران تا نزدیکی سواحل آمریکا خواهد رفت. در محدوده 20% سهم ایران از دریای خزر هم حضور دارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل: آنها که از تعیین خط قرمز برای تهران سر باز می‌زنند، اخلاقاً حق ندارند برای اسرائیل خط قرمز بگذارند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا: ضرب‌الاجلی برای ایران در نظر گرفته نشده. به باور واشنگتن، گفتگو هنوز بهترین راه بازداشتن تهران از تولید سلاح هسته‌ای است. نتایج آخرین تحقیق از حمله نظامی احتمالی به ایران: حمله نظامی حکومت ایران را متزلزل و توانایی آن را برای ضد حمله تضعیف خواهد کرد، ولی احتمالاً قادر خواهد بود در منطقه دست به اقدامات تلافی جویانه بزند. اگر هدف سرنگونی رژیم یا دست کم ساقط کردن جناح‌های تندرو در ایران و نفوذشان در سطح منطقه باشد، مستلزم اشغال حداقل بخشی از خاک ایران است. مانور بزرگ دریایی 30 کشور جهان در خلیج فارس به رهبری ایالات متحده آمریکا. مینروبی در دریا و حمله به هواپیماهای جنگی از جمله تمرینات این رزمایش خواهد بود. نیروی دریایی ایران با حضور آیت الله علی خامنه‌ای مانور مین ریزی در دریا و عملیات پاکسازی و دفاع از ساحل را در دریای خزر اجرا کرد. نتایج یک ارزیابی جدید از سود و زیان حمله نظامی آمریکا به ایران حاکی است که حمله نظامی به ایران کنترل سیاسی حکومت ایران رو متزلزل و توانایی اون رو برای ضد حمله تضعیف خواهد کرد، ولی احتمالاً حکومت ایران می تواند به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به حملات تلافی جویانه دست زده و این باعث خواهد شد که کل منطقه خاورمیانه دستخوش جنگ و ناآرامی شود. این ارزیابی توسط گروهی از مقامات سابق دولت آمریکا، مشاوران و اعضای سابق شورای امنیت ملی و تعدادی افسران ارشد ارتش آمریکا تهیه شده است. با جنرال فرانک کرنی، معاون سابق فرماندهی نیروهای عملیات ویژه آمریکا، در این باره به گفتگو نشستیم. گزارش سنجش سود و زیان حمله به ایران میگوید اگر ایران تصمیم به تولید بمب اتم بگیرد، 1 تا 4 ماه زمان نیاز دارد تا اورانیوم را برای ساخت بمب غنی کند. آیا آمریکا آماده عکس العمل در چنین فرصت کوتاهی هست؟ گمانه‌زنی‌های زیادی در این ارتباط بوده. از 1 تا 4 ماه شنیدم. 6 ماه هم شنیدم. فکر میکنم اگر زمانی رئیس جمهوری صلاح بداند که باید اقدامی انجام داد، ایالات متحده آماده انجام آن است. فکر نمیکنم موضوع آماده بودن یا آماده نبودن باشد. ما آماده ایم هر کاری که باید از نظر دیپلماتیک انجام داد را انجام دهیم. اقدامات اقتصادی را هم قبلا انجام داده ایم. استفاده از نیروی نظامی هم به عنوان آخرین گزینه همیشه مطرح بوده تا بدین وسیله پیامی محکم بدهیم. آیا ایران باید نگران مانور نظامی مشترک آمریکا با 24 کشور در خلیج فارس باشد؟ این بخشی از آمادگی هاست؟ ما در حیطه اختیارات فرماندهی مرکز تمرین‌های زیادی را به طور روتین انجام داده‌ایم. بخشی از آنها هم روی منطقه خلیج فارس تمرکز داشتند. اما این تمرین‌ها به چند منظور صورت می‌گیرند. بعضی اوقات برای سنجیدن آمادگی نظامی‌مان و اینکه در توانایی‌مان برای انجام مأموریت‌های محوله هیچ ابهامی در کار نباشد. نگرانی عمده ما پاسداری از مسیرهای بین‌المللی برای ادامه فعالیت‌های تجاری است و می‌خواهیم مطمئن باشیم که مردم سراسر جهان از قصد ما، هم پیمانانمان و شرکایمان در منطقه آگاه هستند. صریح بگویم این همکاری ها پیامی محکم است به آنهایی که فکر میکنن میتوانن علیه یکی یا چند تا از ما کاری انجام دهند.
شما حمله نظامی را که در گزارش مطرح شده چگونه تعریف می‌کنید؟ I don't think the report describes a military strike on Iran. به نظرم این گزارش شرح حمله به ایران نیست، بلکه در واقع نگاهی دارد به پیامدهای یک حمله احتمالی به ایران. ایالات متحده و همپیمانان آن این قابلیت را دارند که به اهداف استراتژیک و عملیاتی در داخل ایران دسترسی داشته باشند تا بتوانند بر روی ذخایر اورانیوم غنی شده آنها تأثیر لازم را بگذارند. برای کاستن از آنچه که می‌دانیم تا حالا انبار شده. دوست داریم اطمینان پیدا کنیم که بحث‌های خوب و دو جانبه‌ای میان هر دو حزب در خلال این انتخابات انجام بگیرد و در مورد این موضوع صحبت شود که در صورت شکست تحریم‌های اقتصادی و دیپلماسی نقاط مثبت و منفی استفاده از توانایی‌های نظامی چه خواهد بود. جنرال وزلی کلارک فرمانده پیشین ناتو مدت‌ها پیش به من گفت حمله به ایران با همراهی ناتو خواهد بود و بمباران‌ها به دفعات و برای هفته‌ها ادامه خواهد داشت. شما همچنین برداشتی دارید؟ I think that we have probably thought through different levels. گزینه‌های موجود در سطوح مختلف احتمالاً مورد بررسی قرار گرفتن، به طوری که قادریم برای مجموعه‌ای از اهداف مشخص دست به کار شویم. خیلی‌ها می‌دانند که برای رسیدن به بعضی از اهدافی که در عمق ایران هستند، باید اول به فکر تجهیزات فرماندهی و کنترلی بود. باید به فکر یک پدافند یک پارچه هوایی بود. برای همین مجموعه‌ای از اهداف هستند که مسیر تهاجم به عمق خاک ایران برای رسیدن به تأسیسات غنی‌سازی‌اش را هموار می‌کنند. اما اینکه چه دستاوردی در نهایت خواهیم داشت تنها توسط رئیس جمهور و دستگاه امنیت ملی کشور تعیین می شود، بسته به آنکه چه کاری لازم است انجام شود تا رفتار ایران تغییر کند. هدف آن است که رهبران ایران مجبور شوند که اعلام کنند غنی سازی را متوقف می کنند. ما صبر نخواهیم کرد تا برنامه تسلیحاتیشان کامل شود و بعداً دست به کار شویم. طیفی از گزینه های مختلف را در اختیار داریم، اما هر چه که بخواهید جلوتر و جلوتر بروید باید بیشتر و بیشتر آماده باشید. گزارش شما پس از سالها گزینه ضرورت استقرار نیروی نظامی را در خاک ایران در یک حمله احتمالی دوباره به سطح مباحث آورده. هدف چیست؟ این یک تعبیر نادرست از این گزارش است. این گزارش میگوید که اگر لازم است تغییر رژیم به عنوان یک روش در نظر گرفته شود تا مطمئن شویم ایران دیگر قصد ندارد برنامه تسلیحاتیش را دنبال کند، آن وقت احتمالاً چیزی بیش از حملات هوایی و دریایی مورد نیاز خواهد بود. این به عنوان یک پیشنهاد یا تمایل ایالات متحده اصلا مطرح نشد. اما گزارش به صراحت میگوید که در چنین شرایطی در قبال ایران به نیروی زمینی فراتر از نیروی درگیر در جنگ عراق و افغانستان نیاز خواهد بود. ایران کشور بزرگی است و نیروهای مسلح قابلی هم دارد. جمعیتی دارد که بر اثر حمله یک جانبه یا ائتلافی به دلیل احساسات ملی گرایانه بالقوه می تواند پولاریزه قطبی شود و به تبع آن البته اگر ناچار شویم در چنین مسیری گام برداریم یا سیاست آمریکا در این مسیر قرار بگیرد که البته من شخصا فکر نمی کنم اینطور باشد، آنگاه با ملتی بزرگ سر و کار خواهیم داشت و برای رسیدن به اهداف مورد نظر راهی دراز را باید طی کنیم و در این راه هم باید ارتباطات امنی هم با هم دیگه داشته باشیم. برای همین اگر آمریکا تصمیم بگیرد چنین گزینه‌ای را انتخاب کند، ساختار نیروهای نظامی بسیار حائز اهمیت خواهند بود. اما باز هم می‌خواهم تأکید کنم که من از سیاست‌های ایالات متحده چنین برداشتی را ندارم و باور ندارم که برای تهاجم زمینی به ایران برنامه‌ریزی می‌کند. گزارش ادعا می‌کند که حمله به ایران 2 تا 4 سال برنامه اتمی را به عقب می‌اندازد و از این رو به نظر می‌رسد گزارش مخالف چنین حمله است. بحث این گزارش موافقت یا مخالفت با حمله نظامی نیست، بلکه تلاش می‌کند مبنای را مشخص کند و بگوید که در نتیجه یک حمله نظامی چه کارهایی هست که باید انجام داد. بخشی از آنها ناخواسته خواهند بود و از حالا نمی‌شود پیش بینی کرد. به گمانم از قابلیت‌های تکنولوژیک و سامانه‌های تسلیحاتی مناسب برخوردار هستیم که بتوانیم برنامه هسته‌ای ایران را برای یک دوره معین به عقب بکشیم.
گزارش ما از 2 تا 4 سال صحبت می‌کند. بعضی گزارش‌های دیگر هم می‌گویند 5 تا 10 سال. به نظرم خیلی بستگی به آن دارد که ارزیابی دنیا از انجام یک حمله نظامی چگونه باشد و تا چه حد می‌خواهند این امکان را در اختیار ایران بگذارند که برنامه هسته‌ای‌اش را تکمیل کند و سانتریفیوژ و دیگر مواد مورد نیاز برای غنی‌سازی‌اش را تأمین کند. بنابراین واقعا بستگی دارد که به حمله نظامی چطور نگاه کنیم، چه آسیب‌هایی به دنبال دارد و افکار عمومی دنیا چه واکنشی نشان خواهد داد. باید مشخص شود که آیا ملت ایران برای حرکت به سمت غنی‌سازی بالاتر و یک برنامه تسلیحاتی مصمم‌تر از قبل می‌شود یا نه. اما تأکید شده است که دانش اتمی را نمی‌توان از بین برد. درسته، دانش فنی باقی خواهد ماند و این یک چالش همیشگی است. نحوه کار و تجربه غنی‌سازی سر جایش باقی می‌ماند. واضح است که نمی‌توان آن را از بین برد، اما می‌توان جلویش را گرفت. به هر حال آنها باید بنشینند و فکر کنند که اگر قرار باشد با واکنش نظامی کشورهای جهان روبرو شوند، آیا رفتن به آن سو کار عاقلانه‌ای خواهد بود؟ موافقان حمله به ایران میگویند حتی اگر 4 سال هم به عقب بیفتد کافی است، برای اینکه کسی نمیداند تا 4 سال دیگر چه اتفاقاتی ممکن است در ایران و منطقه رخ دهد. سیاست آمریکا این است که همه چیز را خوب بررسی کند. رئیس جمهور یک بار در تلویزیون گفت که قبل از آنکه ایالات متحده بخواهد دست به اقدام نظامی بزند، اول باید مستندات و شواهدی در اختیار داشته باشد که نشان دهند ایران غنی‌سازی بالاتر از حد متعارف انجام می‌دهد و در جهت ساخت سلاح حرکت می‌کند. من فکر نمی‌کنم که ما لزوماً داریم به سمت اقدام نظامی می‌غلطیم. اینکه اقدام نظامی باید انجام بگیرد یا نه مسئله دیگری است و قطعاً فرصت‌هایی تا آن زمان پیش خواهند آمد که بشود روی رفتار رهبری ایران تأثیر گذاشت. همینطور روی دانشمندان ایرانی و مردم ایران. آیا واقعا این به مصلحت ایران است؟ آیا واقعا به نفع منطقه است؟ آیا به صلاح دنیاست که بگذارد برنامه‌ای مبهم که میتواند به سلاح هسته‌ای ختم شود ادامه پیدا کند؟ به چه دلیل این همه دردسر را برای کشورتان می‌خرید؟ سوالات زیادی است که باید از ایرانی‌ها پرسید. حتما میتوانید تصمیمی بگیرید که منجر به حمله نظامی نشود. مقامات ایران نتیجه همکاری با آژانس را به پرسش گرفتند. آیا خروج ایران از NPT خط قرمز آمریکا خواهد بود؟ من طرفدار استفاده از عبارت خط قرمز نیستم. تعیین خط قرمز یعنی تعیین یک نقطه سیاسی برای شروع چیزی که واقعا لازم نیست اتفاق بیفتد. خروج ایران از IAEA هم به نظر من به مصلحت ایران نخواهد بود. مردم دنیا از شما میپرسند چرا نمیخواهید تاسیسات هسته‌ای‌تان مورد بازرسی قرار بگیرند. بخشی از آژانس باید آنجا باشد تا ایران تعهداتش به عنوان عضوی از NPT را انجام دهد. غنی‌سازی هم که دارن ادامه میدهند و آن را از حدی که برای راکتورهای تولید انرژی لازم است هم فراتر بردند. برای همین پرسش‌های زیادی در این زمینه هست. حضور آژانس به منزله پنجره‌ای است که به جهان خارج نشان می‌دهد آنها تا چه حد جلو رفتند و در چه مرحله قرار دارند و به نظر من این خیلی به نفع آنها هم هست که آژانس در آنجا بماند. دنیا هم می‌داند برنامه ایران در چه مرحله است، چالش‌های پیش رویش چیست و دارند به کجا می‌روند. خب مهمانان امشب افاق، آقای حسین آریان ناخدای پیشین نیروی دریایی ایران از نیوکاسل بریتانیا، آقای مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین آفتاب یزد در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن، آقای مراد ویسی روزنامه‌نگار امور سیاسی رادیو فردا، مدرس پیشین دروس سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح و ارتش در گروه استراتژیک دانشکده خبر از پراگ در جمهوری چک. درود به هر سه شما، به افق خوش آمدید. آقای آریان، بشنویم ابتدا واکنش شما رو به این گزارش و اونچه که ژنرال کرنی گفت. همینطور که ژنرال کرنی تأکید کرد، این گزارش در واقع یک حقایقی رو در رابطه با پیامدهای جنگ در اختیار و به طور کلی جلوی کسانی گذاشته که در آمریکا یا اسرائیل مرتب میگن که بایستی به ایران حمله بشه. ولی اون چه که مهمه، بعضی از نکاتش که بسیار مهمه، اینی که واقعا
حمله به ایران همینطوری که خودش هم تاکید کرده و در این گزارش هم اومده هیچ دلیلی نداره که باعث بشه که ایران برنامه غنی‌سازیش رو در دراز مدت متوقف بکنه. و اگر حساب کار بر اینه که با حمله به ایران بخوان رژیم رو ساقط بکنند، این هم هیچ ضمانتی نداره. اشکالاتی در داخل مملکت پیش میاد، خزانه مملکت همونطور که در گزارش اومده خالی خواهد شد، تنش در داخل کشور بالا خواهد رفت و مشکلات زیادی برای ایران و برای اقتصاد رنجور ایران و به طور کلی فشار زیادی به مردم وارد خواهد اومد. ولی هیچ دلیلی نداره که این رژیم ساقط بشه یا سقوط بکنه. به همین جهته که از این لحاظ من میگم که این گزارشی رو که تهیه شده بیش از با امضای بیش از 30 نفر از برجسته ترین کارشناسان نظامی، سیاسی و دولتی پیشین آمریکا اعتبار فراوانی داره برای کسانی که دائم تاکید میکنن باید به ایران با حمله بکنیم تا جلوی برنامه هسته‌ای ایران را بگیریم و فرصت کافی به دیپلماسی نمیدن یا فکر میکنن که دیپلماسی به پایان رسیده و مثل آقای نتانیاهو خط قرمز تعیین میکنن. یعنی نتانیاهو تازه به آمریکا میگه خط قرمز تعیین بکن، خودش خط قرمز تعیین نمیکنه و در پایان اون میخوان که جنگ شروع بشه. آقای آریان، ولی این نکته که شنیدید آقای کرنی به صراحت گفت ما صبر نخواهیم کرد تا برنامه تسلیحاتیشون رو کامل بکنن. این رو در حال حاضر همه میگن که ما اجازه نخواهیم داد که ایران واقعا به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. پرزیدنت اوباما گفته، میت رامنی هم که کاندیدای ریاست جمهوری است همین حرف زده. اینها در حال حاضر نمیتونند حرفی غیر از این بزنند برای اینکه مسائل انتخاباتیه و کمپین انتخاباتیه. ولی اگر واقعا بخوان از راه درست جلو برن به باور من باید به دیپلماسی فرصت بیشتری بدند، یک مقدار به هر حال با ایران را بیاند و همینطور بالعکس تا به نتیجه برسه. و یکی از نکات مهم به نظر من میتونه این باشه که سطح تهدیدها را بیارن پایین، چه در ایران و چه در آمریکا، که این راه رو باز بکنه برای ادامه دیپلماسی و به طور کلی رسیدن به یک نتیجه ای. بسیار خوب. آقای واحدی، شنیدید مطالبی که آقای کرنی مطرح میکرد؟ یک جمله خیلی روشن داشت، گفت که چند پرسش مطرح کرد، آیا به صلاح دنیاست که این برنامه مبهم همچنان ادامه پیدا بکنه با تمام چالش هایی که میتونه هم برای مردم ایران داشته باشه هم برای جامعه جهانی؟ برداشت شما چی از این گزارش و اون چی که الان داره به عنوان گزینه نظامی مطرح میشه؟ حالا صرف نظرت مسئله اسرائیل هم بس بر سر حمله آمریکاست. به نام خدا، سلام به شما مهمانان برنامه و بینندگان برنامه. ببینید، من برداشتی که از این گزارش میکنم که حالا یه نکته بگم، من این چیزی که شما نشون میدید اتفاقا آقای کرنی امضا نکرده بود، همه امضا داشتن ایشون امضا نکرده بود گزارش رو. واقعا اون چیز اسامیشون بعضی تایپ شده بود. به حضورتون عرض کنم، من تصورم اینه که بیش از این که واقعا یک بحث واقعی باشه برمیگرده به بعضی از درگیری‌هایی که در داخل آمریکا هست. نمیخوام بگم همش همین است و یه مقدارم پاسخ به اسرائیلی‌ها و کنترل اسرائیل، یعنی همون نگرانی هایی که اسرائیلی ها مطرح میکنن در این گزارش هم اومده، اما در کنارش بسیار پررنگتر پیامدهای جنگ رو اشاره کردند و حتی به نظر من یه مقدار بیش از واقعیت بزرگنمایی هم کردند. یعنی اینکه در همین گزارش آقای کرنی تقریبا تلاش شده بود، در همین مصاحبه تلاش شده بود که همه جا ملت ایران در کنار دولت جمهوری اسلامی قرار بگیره، در حالی که این نیست. به نظر من ملت ایران از آب و خاکشون دفاع خواهند کرد و همین ملت هست که باعث میشه کسی جرئت نکنه به ایران حمله کنه. اما اینکه ما تصور کنیم هر نوع تهدید علیه حکومت جمهوری اسلامی بلافاصله خیزش عظیم ملت ایران رو به پا خواهد داشت و به دنبال خواهد داشت، من این باور رو ندارم. میخوام خدمت شما بگم که من تصور میکنم این گزارش یک نوع هم اون نگرانی هایی که اسرائیل مطرح میکرده را مطرح میکنه برای اینکه کم نیارن از تبلیغات اسرائیل و بگن همون نگرانی ها رو ما هم داریم، لابی هایی که در اسرائیل در اینجا دارن رو جواب بدن، و هم تبلیغاتی آقای رامنی کرده یک مقدار کسانی که نزدیکتر به دولت هستن اونها هم تکرار بکنن. اما باز هم میگم تبعات و پیامدهای جنگ رو بیشتر بزرگ کردن، که البته بسیار هر جنگ حتی جنگ محدود هم تبعات بسیار نگران کننده داره، همه ما نگران هستیم.
اما من هیچ وقت در این مدتی که تبلیغات زیاد شده هیچ وقت باور نداشتم که اسرائیل یا آمریکا میخوان به ایران حمله بکنن. این رو هنوز هم باور ندارم، قبلا هم گفته شده، الان هم میگم. ببینید من به نظر سنجی ما اون گزینه سه منم یکی از رای دهنده هاش بودم. گمان من اینه، ببینید شما با یک حکومتی سر کار دارید که اصلا براش مهم نیست چقدر از مردم ایران کشته میشن. یعنی شما با یک حکومتی نیستید که بگن مثلا اسرائیل گفته بودن که اگه جنگ کنیم 500 نفر از ما کشته میشن. این نیست که مثلا شما بگید ایران 500 هزار نفر کشته میشه. حکومت ایران از این چیزا نگران نداره. با یک همچین حکومت جنگیدن کار ساده ای نیست. حکومتی نیست که تصور کنه حالا اگر مثلا 1,000 میلیارد دلار دیگه به اقتصاد ایران صدمه خورد چه میشه، اگر خدای نکرده 100,000 نفر کشته شدن، 200,000 نفر مجروح شدن، 100,000 نفر اسیر شدن، چه اتفاقی میفته؟ با یک همچین حکومتی شما با عدد و رقم نمیتونید محاسبه کنید و بگید از این میترسه و جنگ را نمیذاره. به همین جهت با همچین حکومتی جنگ هم نخواهند کرد و راههای دیگر در پیش خواهند برد. من البته معتقدم که حکومت ایران خودش داره دیپلماسی رو پس میزنه، به دنبال دیپلماسی نیست. دنیا انقدر از جنگ خسته شده، الان ببینید یک سوریه که توانمندیاش بسیار کمتر از ایرانه به راحتی نتونستن سرنگون کنن. سرنگونی کار راحتی نیست که اصلا ما اعتقادم نداریم از خارج بخواد سرنگونی انجام بشه. از نظر من حکومت به یک نحوی سرنگون شده، اصلا پاشیده است، حکومتی که انسجامی نداره. شما حرفهایی که امروز خودشون میزنن نگاه کنید، نشون دهنده از هم پاشیدگی. اما اینکه از خارج بخوان برای سرنگونی اقدام کنن، مطمئنا مردم ایران نمیپسندن. و من هم عرض میکنم، باز هم تکرار میکنم، من هیچ وقت در یک دو سال که بعضی از دوستان ما اتفاقا سعی کردن به بهانه همین جنگ برن به یک نحوی دنبال تضمین امنیتی برای آقای خامنه‌ای و حکومتش باشن، من هیچ وقت جنگ رو باور نداشتم و هنوزم باور ندارم. آقای ویسی، بشنویم نظر شما رو در مورد این گزارش و اونچه که جنرال کرنی مطرح کرد. و یه نکته هم خوبه اینجا بهش پرداخته بشه، این بحثی که من پرسشم در واقع اونجا مطرح کردم، بحثی که در مورد حمله زمینی یعنی استقرار نیروی نظامی در خاک ایران، این سالها بود اصلا در موردش بحث نمی‌شد، ولی این گزارش در این حال که اشاره کردن آقای واحدی و آقای آریان که خواستن تبعات روشن بکنه، به صراحت از این صحبت می‌کنه که اگر بحث بر سر تغییر رژیم باشه باید نیروی زمینی پیاده کرد، نیروی زمینی هم باید ابعادش در جمع بیشتر از اون نیروهایی باشه که در جنگ عراق و افغانستان شرکت کردن. نظر شما رو بشنویم. ببینید اتفاقا این برمیگرده به اون سه تا آیتم اصلی که هر نوع حمله بر اساس اون شکل خواهد گرفت. من معتقدم حمله موقعی صورت خواهد گرفت، حمله احتمالی، که سه تا آیتم رو آمریکایی‌ها براش جواب داشته باشن. اول اینی که تا ظرفیت تحریم و فشار بین‌المللی، فشار جامعه بین‌المللی و فشار از طریق سازمان ملل و اجماع بین‌المللی تموم نشده، پر نشده، چون این حمله صورت نمیگیره. یعنی آمریکایی‌ها هنوز معتقدن میشه در این حوزه کار کرد، تحریم بیشتر، فشار بیشتر، همراهی بیشتر جامعه بین‌الملل. دومین نکته‌ای که اونها در ذهنشون هست اینی که روزی باید حمله کرد که از اون روز به بعد اگر حمله نشه برنامه هسته‌ای ایران برگشت ناپذیر میشه. اون روز روزی خواهد بود که حمله خواهند کرد. و سومین نکته که پاسخ سوال شما هم هست این هست که اگر آمریکایی‌ها برای یک سوال اساسیشون جواب پیدا بکنن، اون موقع در حمله مصمم‌تر خواهند شد. و اون اینی که اگر ما ضربه اول رو به ایران وارد کردیم با این هدف، چون هدف هر حمله از طرف آمریکا این هست که ایران خلع اراده بشه در ادامه بازی هسته‌ای، برای رسیدن به این هدف آمریکایی‌ها برآورد کردند که اگر ما حمله کردیم، هر نوع حمله هوایی یا موشکی، و ایران 1 در میلیون جواب داد به این حمله در هر سطحی، ما برای از بین بردن این جواب ایران دوباره باید به ایران حمله رو ادامه بدیم و این ممکنه درگیری رو از سطح یک کانفلیکت محدود به یک جنگ کامل تبدیل کنه. آیا الان ما میتونیم یک جنگ کامل رو در اونجا مدیریت کنیم؟ منظور از اونجا جایی هم هست که شرقش افغانستان بحران زده است، غربش عراق متزلزل متصل به سوریه از طریق عراق که نارام، و از طریق افغانستان متصل به پاکستان نارام، و این منطقه استراتژیک از جنوب هم به خلیج فارس وصل هست که عمده نفت مصرفی دنیا از اونجا میاد. برای امریکایی‌ها این مهم هست که اگر ما در چنین شرایطی وارد نبرد شدیم، آیا میتونیم در خلیج فارس بجنگیم در کنار بندر رأس التنوره عربستان که روزی 9 میلیون بشکه نفت از اونجا به قلب اقتصاد دنیا پمپاژ میشه؟ آیا ما میتونیم این رو اگر تبدیل به جنگ کامل شد مدیریت کنیم؟ من اعتقادم اینه که اگر آمریکایی‌ها برای این سه تا سوال جواب پیدا بکنن، اون موقع در مورد حمله تصمیمشون قطعی‌تر خواهد شد. یعنی اینی که آیا ظرفیت تحریم و فشار بین‌المللی بر ایران پر شده یا هنوز جا داره؟ آیا برنامه هسته‌ای ایران برگشت ناپذیر شده یا برگشت ناپذیر خواهد شد؟ و سوم اینی که آیا اگر ما حمله کنیم و ایران جواب بده
وارد یک جنگ کامل خواهیم شد یا نه. بر این اساس هست که من فکر میکنم تمام ارتش‌ها از جمله ارتش ایران و قوای مسلح ایران و قوای مسلح آمریکا خودشونو برای هر گزینه آماده کردن. قطعا هر دو طرف هوشیارن، نباید یک طرف رو بگیم که اون عقلش میرسه این کارها رو پیش بینی میکنه، اون یکی نمیرسه. هم ارتش و نیروهای مسلح ایران برای نبرد کامل آمادن، هم امریکایی ها. منتها پیش بینی میشه امریکایی ها برای که به این هدفشون برسن، یعنی خلع اراده ایران در ادامه بازی هسته ای، سه نوع حمله رو مد نظر دارن. حمله اول حمله محدود هست، که یعنی اینی که حمله موشکی و هوایی از مثلا دریای سرخ، از اقیانوس هند و بیرون از خلیج فارس. حتما هم حمله ها بیرون از خلیج فارس خواهد بود که متحدین عربشون رو درگیر این قضیه نکنن. یا حمله محدود بیشتر خواهد بود، منجر به اشغال سرزمینی محدود میشه که برخی از مناطق در حاشیه خلیج فارس رو بخوان اشغال بکنن، یک سرپل بگیرن. و سوم اشغال کامل ایران. چون اشغال کامل ایران کار بسیار دشواری و نیروی زمینی گسترده میخواد، آمریکایی ها امیدوارن که اگر روزی نیاز به حمله نظامی شد، در حمله محدود موشکی و هوایی بتونن هدف رو که خلع اراده ایران در ادامه بازی هسته‌ای است به دست بیارن. و البته اگر این چنین اتفاقی بیفته به لحاظ منطق نظامی، چنین حمله در خلیج فارس با اون ویژگی هایی که من گفتم، حمله پرشدت خواهد بود ولی به لحاظ زمانی محدود، که این فاجعه ای برای ملت ایران، فاجعه ای برای کشور ایران، ولی برای نظام الزاماً فاجعه نیست. ببینید این ستا رو باید از هم جدا کرد. داره. من معتقدم خطرناکترین چیز برای ایرانی حمله است که میتونه زیرساختای کشور رو نابود کنه، مردم رو از بین ببره، ولی نظام از حمله محدود ضرر نمیکنه، اگرچه در جنگ کامل احتمالاً خطرناک براش خواهد بود. آقای آریان، شنیدید صحبت ها رو با آقای واحدی؟ اعتقاد داشتن که چنین حمله ای صورت نخواهد گرفت از سوی آمریکا و آقای ویسی شرایطی رو براش تعیین کردن. شما اعتقاد دارید که اگر چنین اتفاقی بیفته، به گفته آقای ویسی، روزش، این روزی که حمله خواهد شد چه روزی است؟ آیا زمانی است که در ایران در آستانه یک آزمایش اتمی باشه، زمانی که ایران از NPT خارج میشه؟ به نظر شما چه موقعی آمریکا این احساس خطر رو خواهد کرد که باید قبل از اینکه به قول آقای ویسی به اون نقطه غیر قابل بازگشت برسه دست به عمل بزنه؟ به نظر من آقای ویسی درست گفتند. برای اینکه اگر آمریکا حس بکنه که ایران به نقطه بدون بازگشت، بی بازگشت رسیده، اون وقت حمله خواهد کرد. ولی یکی از نکاتی دو که در ضمن صحبت‌های گفته شد، آقای واحدی هم گفتن، اینه که خب مردم با رژیم نیستند و اگر حمله بشه، ببینید اگر واقعا به ایران حمله بشه، اولا معلوم نیست که رژیم سقوط بکنه یا نکنه، و اگر حتی اگر رژیم سقوط بکنه، نکته دیگری رو که آمریکایی‌ها من فکر می‌کنم در موردش فکر کردن، یعنی که حتی اگر این رژیم سقوط بکنه و رژیم دیگری بیاد سر کار، هیچ ضمانتی نداره که برنامه ایران، برنامه هسته‌ای خودش رو دنبال نکنه. ممکنه به دنبال سلاح هسته‌ای نباشه، ولی ممکنه به اون حدی برسه که بتونه توانایی رو داشته باشه و در واقع گزینه ژاپن رو برای خودش حفظ بکنه. اینم یکی از نکاتیه، چون همه فکر میکنن با سقوط رژیم همه چیز حل خواهد شد و ایران برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف خواهد کرد. اما در مورد حمله، آمریکایی‌ها بیشک تمام این محاسبات رو در موردش فکر کردند که بایستی چه موقع حمله بشه، و نقطه اشتعال همونطور که ذکر شد واقعا در خلیج فارس خواهد بود، که قوای آمریکا، ناوگان پنجم آمریکا و همینطور نیروی دریایی آمریکا در مجاورت یکدیگر دارند عمل می‌کنند، و آمادگی کافی رو آمریکا برای این به طور تام تمام به نظر من داره. ولی اینکه کی عمل خواهد کرد ما نمی‌دونیم. کارهایی رو که آمریکا کرده، چه از نظر تقویت ناوگان پنجم، چه از نظر مسلح کردن این ناوگان به موشک‌های جدید و موشک‌های تاماهوک، چه از نظر زیاد کردن شمار ناوهای مینروب و هلیکوپترهای مینروب، چه از نظر سامانه‌های پدافند هوایی و همینطور از نظر تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورهای عرب و مسلح کردن بیشتر اینها و هماهنگی با دیگر کشورهای اروپایی برای عملیات مینروبی،
داره خودش رو آماده میکنه که اگر لازم باشه دست به اقدام بزنه. و به نظر من همینطوری که آقای بیسی گفتن، ایران از این نظر و اینکه آمریکا داره خودش رو آماده میکنه کاملا هوشیاره و بیشک تمهیداتی را قائل شده که در صورت لزوم اگر بخواد بتونه واکنش نشون بده. ایران بیان آماده است. آقای وحیدی گفته آماده نبرد بزرگ در عصر ظهور هستیم. فردا سال روز آغاز جنگ ایران و عراق هست. وقتی نگاه میکنیم به اون چه اتفاق افتاد وقتی که ایران مورد حمله خارجی قرار میگیره، حالا بحث بر سر این همیشه بوده که جنگ رو چه کسی آغاز کرده که ملا واقعا هنوز جای حرف داره، ولی وقتی به اون شرایط نگاه میکنید، اون تفکری که باعث شد جنگ به درازا کشیده بشه، به نظر شما هنوز در میان فرماندهی، در میان رهبران ایران وجود داره اون تفکر؟ من تصور میکنم بله، حداقل جناحی در حکومت ایران و در بخش نظامی حکومت ایران، که البته حکومت به این نحوی همش نظامی، ولی نظامی ترشون وجود داره که از جنگ استقبال میکنن، نه بر مبنای فلسفه ظهور و دوره ظهور، چون اگر آقایون به حرفایی که خودشون در مورد ظهور و مهدویت میزنن معتقد باشن که بحث مهدویت یک بحث فراملیه، چرا بلافاصله در مورد سوریه عقب نشینی کردن؟ این خبر رجا نیوز که هنوز برنامه‌شون البته جهان نیوز اینو اصلاح کردن بعد از اینکه حرفای آقای جعفری تکذیب شد، ولی به صراحت اینجا حرف آقای جعفری است که تعدادی از نیروهای سپاه در سوریه حضور دارند، از نیروهای قدس سپاه. با این حرفی که آقای وحیدی امروز زدن که اینها وابسته نظامی هستن کاملا متفاوته، چون آقای جعفری اینجا توضیح داده مأموریت نیروی قدس چیه و همه هم میدونن. اگر واقعا بحث نبرد بزرگ برای دور ظهور باشه، ظهور که دیگه مرز ملی نمیشناسه، جهان اسلام و کل جهان رو قرار هدایت بشه در عصر مهدویت و طبیعتا سوریه هم بخشیشه، نباید اینا بلافاصله عقب نشینی میکردن. من اینو اعتقاد ندارم، اما بخشی از حکومت ایران استقبال میکنه بیش از هر چیز، این شاید خیلی گفتنش ساده نباشه، ولی بیش از هر چیز جنبه اقتصادی داره. این تفکر مال حالا نیست. ببینید کیهان 7 مرداد 89 یک مصاحبه با آقای محسن رفیق دوست داشته، نوشته که اعتراض کرده، می‌خواسته در مورد آقای مهندس موسوی اظهار نظر کنه که مهندس موسوی در جنگ کارشکنی کرد. میگه قبل از پذیرش قطعنامه ما احساس کردیم که مملکت امکانات وسیع نداشت. این نکته خیلی مهمه، اما این مهم نبود، اصلا مهم نیست که امکانات وسیع نداشت، مهم این بود که این امکانات آنطور که نظامیان می‌خواستن در خدمت نبود. یعنی اون تفکری که همه امکانات کشور در اختیار نظامیان باشه الان وجود داره، و تصور بعضی از آقایون اینه که بهترین راه برای اینکه بیش از اینکه الان هست، در اون موقع به این اندازه نظامیان بر حکومت مسلط نبودن، امروز خیلی بیشتر مسلطن و بیشتر از این میخوان، راهش اینه که شرایط جنگ کشور جنگی بشه. من نمیگم جنگ بشه، شرایط کشور رو میخوان جنگی بکنن، که با توجیهی که الان هم داره انجام میدن. یعنی ببینید آقای جعفری در همین مصاحبهش با صراحت میگه سپاه به سوریه کمک اقتصادی میکند، یعنی خزانه کشور دست سپاه، بیش از این میخوان داشته باشن. به نظر من اینکه این حرفایی که آقای وحیدی زده یک مقدار خیلی متعادل نیست، یعنی یه طرف میاد سعی میکنه که دعوا رو بخوابونه در مورد سوریه و لبنان صحبت کنه، اعتراض رئیس جمهور لبنان رو به یه نحوی جواب بده که ما حضور نظامی نداریم، از این طرف حرفای گنده گنده تیپ احمد نژادی هم میزنه که ما در عصر ظهور هستیم، مأموریت جهانی داریم. دیدم آقای احمد نژاد گفته من در نیویورک یک راه حل‌هایی برای مشکلات جهانی ارائه خواهم کرد. این تصور یه مقدار که بعضی از مشکلات روانی هم پشتش هست به نظر من درشون وجود داره، ریشه‌ش هم برمیگرده به اینکه به نظر من فکر می‌کنن تنها راهی که بیش از این که الان هست بر منابع مالی و اقتصادی کشور و منابع سیاسی و قدرت سیاسی مسلط باشن، که شرایط کشور رو جنگی کنن. اما از یه طرف کسانی هم در کشور هستن که از این شرایط ناراحتن، یعنی میفهمن که اگر کشور همین الان تحریم اقتصادی فلجشون کرده، اگر قرار بشه خدای نکرده بحث جنگ مطرح بشه، حکومت خطر خواهد به ضرر خواهد کرد. من بازم تکرار میکنم، اونها نگران از بین رفتن منابع یا کشته شدن ایرانی ها نیستن، نگران در واقع امنیت حکومت خودشون هستن. به همین جهت به نظر من دو تا جناح در داخل حکومت هست، بعضی از رقابت هاشون هست. ببینید کارهای تحریک‌آمیز سری انجام میدن، سری میخوان خنثاش کنن. آقای سردار نقدی فرمانده بسیج یه حکمی زده برای سردار فضلی به عنوان فرمانده گردان‌های امام هادی، در اونجا گفته یکی از وظایف شما انجام منظم رزمایش‌های الی بیت المقدسه، به سوی بیت المقدس، یعنی یک نوع کارهای تحریک‌آمیز داره انجام میشه. خب شما در این شرایطی که به محض اینکه آقای خامنه‌ای حرف سیاسی میزنه تمام دنیا تحریک میشه، اینکه بیاد یه فرمانده نظامی رسما بگه ما مرتبا رزمایش‌های الی بیت المقدس انجام میدیم، این طبیعتاً بهانه سازی میکنه. فقط در داخل ایران نیستن جنگ طلبا، که خارج از ایران هم هستن، در اسرائیل هم هستن، در آمریکا هم ممکنه باشن. به هر حال این نوع حرفا، من از این جدران تکرار میکنم که دو جناح در ایران هستن، بخششون تصور میکنن شرایط کشور اگر جنگی بشه
به نفعشونه، تسلطشون بر اقتصاد و سیاست کشور بیشتر میشه. یه گروهشون که عاقل‌ترن، نه اینکه دلشون برای مردم و امکانات سوخته باشه، تصور میکنن حتی شرایط جنگی باعث سقوطشون میشه. به همین جهت این جنگ بین دو تاست. احمدی نژاد یه سری حرف میزنه، یه عده میگن که چرا تحریک کردی، از اون ور احمدی نژاد میاد به فیروزآبادی اعتراض میکنه که چرا حرفای نپخته میزنید علیه ترکیه و قطر و عربستان، و اونم میاد میگه من داشتم امر معروف میکردم. آقا شما از صحبت های آقای زیبا کلام چه در مورد جنگ میگین؟ که این مقطع چطوری نیست؟ ببینید برای من جالب بود آقای زیبا کلام صحبتی که دیروز در مناظره با آقای کوثری کرده در دانشگاه، در باشگاه فرنگیان ساری. اونجا میاد به صراحت به نظر من میگه ایران جنگ رو شروع کرده. یعنی میاد میگه که من بعد نیست جمله‌اش براتون بخونم، میگه که پس از انقلاب اسلامی فقط عراق مورد تهدید نبود، زیرا در رسانه‌های کشور ما به صراحت در مورد موجودیت بسیار از کشورهای عربی اعتراض میشد. آیا نمیشد با یک سیاست پخته‌تر درباره صدور انقلاب اسلامی عمل کنیم که سبب وحشت میان عرب نمیشد؟ این آقا داره میگه که ما رفتیم کشورهای عربو تحریک کردیم، بعدم میگه همشون عراق به نیابت از کشورهای خلیج فارس به ما حمله کرد. یعنی در واقع یه نوع فضایی دارن درست میکنن، خودشون میگن. البته من اینجا بگم این که آقای زیبا کلام اجازه پیدا میکنه در دانشگاه در حضور آقای کوثری حرف بزنه، آقای کوثری هم جواب نمیده، رد نمیکنه، به نظر من یک جناحی رو در ایران دارن تقویت میکنن، جناحی که موسوم هستن به اصلاح طلب اما طرفدار شرکت در انتخاباتن. این فضا رو برای اونها ایجاد میکنن. اتفاقا جالب خبرگزاری فارس نوشته که بسیار مشهود بود که طرفداران آقای زیبا کلام در این مناظره بیشتر از آقای کوثری بودن. یعنی خبرگزاری سپاهی که باید طرفدار آقای کوثری باشه، یه نوع داره آقای برای آقای زیبا کلام پروپاگاندا میکنه. من شخصیت های زیبا کلام احترامش میذارم، اما به نظر میسه دنبال تقویت هست. اینکه در این مقطع اجازه میدن گفته بشه حقیقتی است، البته نه همه حقیقت. به نظر من این نیست که فقط این تحریکات باعث جنگ شد، عراق انگیزه برای حمله داشت، کشورهای عربی دفاع کردن، حتی فلسطینی ها دفاع کردن از صدام برای حمله به ایران، آمریکایی ها دفاع کردن یا بعضی از کشورها حداقل سکوت کردن، اما اینکه در داخل ایران در حضور سردار کوثری گفته میشه که ایران تحریک کننده جنگ بود، این هم یک موضوعی که باید به موقع بهش رسیدگی کرد. آقای ویسی بشنویم نظر شما رو در مورد اون تفکری که جنگ رو به درازا کشاند، و آیا این تفکر به نظر شما کماکان وجود داره وقتی که مقایسه بکنیم بین توان نظامی که ایران در روز آغاز جنگ داشت با اونچه که الان شما گفتید که ایران آماده هست؟ به نظر شما ایران از موقعیت نظامی برتری نسبت به موقع برخورد داره؟ آمریکا احساس خطر میکنه نسبت به توان نظامی ایران به نظر شما؟ ببینید من یه مطالعه علمی و تاریخی راجع به این با توجه به 5 مورد جنگ انجام دادم، جنگ هایی که در استالینگراد، لنینگراد، خرمشهر و جنگ 2001 افغانستان و 2003 عراق بوده. ولی قبل از اون میخوام بگم که یه نکته بگم راجع به این چیزی که آقای زیبا کلام گفتن. ما ممکنه موافق یا مخالف جمهوری اسلامی باشیم، ولی همیشه باید حواسمون باشه که اصلی که ما براش داریم تلاش میکنیم دفاع از ایران و ایرانیه، و تاریخ رو نباید تحریف کرد. اون چه که باعث حمله عراق به ایران شد احساس صدام حسین بود در اینی که بعد از انقلاب ایران توازن قوا به نفع عراق و به ضرر ایران به هم خورده، و الان روزی هست که باید اون حقارتی رو که در سال 1975 بر عراق در عهدنامه الجزایر تحمیل شد برهم زد و حمله کرد. و اتفاقا اونجا بود که روز اول که اعلام کردن اومدن تو تلویزیون گفتن که ما سیف صد، زین القوس و میمک رو که در 1975 ازمون گرفته بودن پس گرفتیم. درسته ممکنه یک تحریکایی بوده باشه یا بحث اثر این که جمهوری اسلامی بحث صدور انقلابی نداشته، ولی این واقعیت تاریخی رو از یاد نبریم که عراق به ایران حمله کرد. و به صرف اینی هم که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، منتقدش هم هستیم، این رو هم هیچ وقت نباید از یاد ببریم که ما نباید شرم کنیم از اینی که بگیم که ملت ایران در دفاع از کشورش در جنگ ایران و عراق سربلند بیرون اومد. اینی که استراتژی نظامی درست بوده یا نه، اینی که جنگ باید طول می‌کشیده بعد از خرمشهر تمام شه، اینا یه مسئله قابل بحث سر جای خود. ولی ما ایرانی‌ها به صرف اینی که گفتن این جمله که ما جلوگیری کردیم از اینکه کشورمون اشغال بشه، ممکنه جمهوری اسلامی از این جمله خوشش بیاد، نباید فریب این رو بخوریم و نباید شرم بکنیم از اینکه کشور ما اشغال نشد، سرباز عراقی در تهران، اصفهان و شیراز نیومد و برای ما تکلیف نکرد. آقای ویسی یه نکته رو من فقط بگم قبل از اینکه حرفتون یادتون نره. ببینید من خودم در همون سال 67 در جبهه بودم و بسیاری در اون ماهای آخر جنگ دیگه حاضر نبودن برن. وقتی که می اومدن برای اینکه داوطلب ببرن، اگر اوائل 5000 نفر پا می شدن، اون اواخر 10 نفر هم پا نمی شدن برن به خط مقدم.
دقیقاً. این چهار تا عامل داره که اتفاقاً همین امروز هم که ما در وضعیت بحرانی هستیم بهش صادقه. ببینید، من اون 5 تا مطالعه که روی استالینگراد و لنینگراد و خرمشهر اینا کردم، به اینو بررسی کردم که چطور میشه جنگ میهنی شکل میگیره. جنگ کلاسیک ارتش به ارتشه. جنگ میهنی یعنی مردم میان کنار ارتش کشورشون وای میسن. چرا در استالینگراد و لنینگراد و خرمشهر و جنگ ایران عراق اتفاق افتاد؟ مردم وایسادن، البته آخرش تضعیف شد. و چرا در حمله آمریکا به افغانستان عراق مردم کنار حکومت طالبان و صدام وای نایستادن؟ این به 4 تا حس برمیگرده و این حس در ذهن مردم بر اساس اون تصمیم میگیرن. اول اینی که مردم حس کنن یک دین یا یک ایدئولوژی مقبولی وجود داره که باید ازش دفاع کنن. مثلا حس میشد در اوایل که باید از انقلاب اسلامی دفاع کرد، یه بخشی به خاطر اون رفتن جبهه. حس اینه که یک حکومت مقبول، مشروع و کارآمدی وجود داره، باید ازش دفاع کرد. حس اینه که یک سرزمین و یک وطنی وجود داره که باید ازش دفاع کرد. و چهارمین حس، حس اینه که اون کسی که به ما حمله کرده متجاوزه یا آزادی بخشه. این 4 حس تعیین میکنن که مردم در کنار حکومت باشن یا نباشن. در استالینگراد، لنینگراد و خرمشهر این 4 تا حس قوی بود، ترکیبی از اینا، و مردم در کنار حکومت وایسادن. اگرچه در آخر جنگ چون این 4 تا حس بعضی جاهاش ضعیف شده بود، همین نکته شما که گفتید به درستی، نیروها تامین نمیشد. من یادمه در سال 66 سپاه محمد رسول الله که از تهران میخواست اعزام بشه به جنگ، اینقدر این پر نمیشد، مدت ها در تهران معطل شد تا پر بشه و بره. الان هم اگر این رو بخوایم مقایسه بکنیم، ما اگرچه امکان یک نظرسنجی علمی در ایران نداریم که ببینیم مردم حسشون راجب این 4 چیز چیه، یعنی اینی که البته راجب حس دفاع از سرزمین قطعا ایرانی ها همیشه وطن دوست هم وچیب کن، اون چی که امروز تعیین کننده است اینی که آیا مردم حس یک حکومت مقبول و مشروع رو دارن که به خاطرش بجنگن، یا حسشون نسبت به اون که حمله میکنه چیه؟ حمله کننده رو متجاوز میدونن یا آزادی بخش؟ در سال 2001 در افغانستان و در 2003 در عراق مردم اونی رو که حمله کرد متجاوز نمیدونستن، یا اینقدر حکومت خودشون رو بد میدونستن که از اون قضیه متجاوز گذشته بودن. من فکر میکنم اون چه که تعیین کننده است در نقش مردم در یک جنگ احتمالی برای ایران این خواهد بود که مردم حسشون به حکومت چیه و حسشون به اون نیرویی که حمله میکنن چیه، و این تعیین کننده است. ولی در نهایت بازم باید گفت هر نوع حمله نظامی فاجعه‌ای برای کل کشوره، چون زیرساخت کشور رو کامل نابود میکنه با این شدت حمله. فاجعه‌ای برای ملت که کمترینش اتفاقا تلفات بالای انسانیه، و بیشترینش این خواهد بود که یک نسلی از ایرانی ها تا مدت ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. ولی برای حکومت من اعتقاد دارم که فاجعه نخواهد بود. اگر حمله محدود بشه به نفع حکومت، بهانه به دستش میده که فضای داخل رو ببنده، برنامه هسته‌ایش هم با سرعت بیشتر ادامه بده. ولی اگر جنگ کامل بشه الزاماً اینطور نیست و میتونه برای بود و نبود حکومت هم خطرناک باشه. پس در نهایت ما اگر مردم رو میخوایم ببینیم که چه موضعی خواهند گرفت، حسشون نسبت به حکومت و حسشون نسبت به اون نیرویی که حمله میکنه تعیین کننده خواهد بود. البته حس وطن دوستی که قطعا ایرانی ها دارن و اون چیز جداگونه ایه. طبیعتا ما این رو روشن بکنم که قصدمون از چون این برنامه احیانا جنگ طلبی اینها نیست. همه ما شکلی آسیب دیدیم. خود من شخصا برشکم تو کشاره کردم، جنگ رو در جبهه تجربه کردم. آقای آریان، شما در همون سالهای اول جنگ در نیروی دریایی بودید اگر اشتباه نکنم. وقتی که نگاه میکنید به این بحثی که الان مطرح شد، تفکری که جنگ رو دنبالش بود که ادامه بده بعد از حتی آزادی خرمشهر، و آیا حس میکنید مطالعه شما بعد از این سالهایی که در خارج دارید از بیرون نگاه میکنید، فکر میکنید اون تفکر ادامه داره و این تفکر چقدر خطرناکه، یعنی چقدر میتونه دوباره کشور رو به آستانه یک جنگ ببره؟ من فکر نمیکنم که اون تفکر واقعا شیوع داشته باشه بین فرماندهان نظامی، برای اینکه درس هایی رو که از جنگ ایران عراق گرفتند، گرچه قرائتشون از جنگ واقعا محدوده، برای اینکه اجازه ندادند و اجازه نمیدند تا اون حدی که لازمه پژوهشگران برن واقعا مطالعه بکنند که قرائت دیگری داشته باشن. ولی در کل فکر نمی کنم که اون احساس و به هر حال وجود داشته باشه. وقتی که جنگ شروع شد، پیرو حرفایی رو که آقای ویسی زدند، خب یک دشمن خارجی به ایران حمله کرده بود،
واقعا مردم و همینطور ارتش که خودشو جمع جور کرد و با اجرای 4 عملیات و بالاخره آخرین عملیات در 3 خرداد خرمشهر را آزاد کرد که یک نقطه عطفی در جنگ بود، تا اون موقع دشمن در داخل ایران بود و مردم با شور و شوق واقعا می جنگیدن. حالا چه در حمایت از رژیم اسلامی، ولی به باور من اون جایی که من خدمت می کردم اصلا مسئله اسلام و دین مطرح نبود، فقط مسائل ملی و مسائل میهنی بود. ولی با آزاد شدن خرمشهر به طور کلی و اون نقطه عطف، دگرگونی و واقعا در نحوه اجرای جنگ و دکترین عملیاتی پیش اومد، بدین معنا که واقعا جنگ تبدیل شد به جنگ بین رژیم و صدام حسین، یعنی رفتن به خاک عراق، سقوط رژیم صدام حسین، گرفتن غرامت جنگی از صدام حسین و ایجاد یک حکومت اسلامی در عراق و تمام عملیاتی را که بعدش در چارچوب کربلا و ولفجرها و کربلاها انجام دادن در این چارچوب بود و واقعا به نتیجه باید و شاید نرسید. اتفاقا آقای آریان، آقای آریان خب صحبتتون رو قطع میکنم، نکته دقیقا همینه، وقتمون محدود، من میخوام در واقع به این بخش توجه بکنیم که وقتی صحبت از این میشه که ما ناوشکن سهند الان میخواد پرده برده ساخته بشه، این قوی تر از ناوشکن جماران، بعد اهداف در زمین و زیر زمین و در هوا و در همه جا رو میزنه، اینا به نظر شما واقعا با یه هدف پروپاگاندای تبلیغات جنگ این بحثا مطرح میشه، یا واقعا ایران الان توان نظامیش بسیار فراتر از اون چیزی است که در روز آغاز جنگ داشت، جنگ عراق و ایران عراق منشاء؟ ایران جنگ توان نظامی ایران در مقایسه با زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد به مراتب بالاتره، برای اینکه در زمان اون جنگ واقعا ارتش که مزمحل شده بود و اگر تعادل قوا رو بین ایران و عراق در اون زمان در نظر بگیریم، فقط نیروی دریایی بود که برتری داشت. نیروی هوایی و نیروی زمینی ارتش باقی مانده از زمان شاه واقعا برتری که هیچ، به مراتب ضعیف‌تر از ارتش عراق بودند. برای اینکه همین نیروی زمینی که از 250,000 نفر به 150,000 نفر رسیده بود. ولی ساختن این ناو و یا اینکه صحبتهایی را که میکنن، اولا صحبتهای بیبدیلی نیست، هر ناو و به طور کلی هر کاری را که نیروی دریایی میکنه در 3 سطح، زیر دریاست، روی دریا و در هوا. ولی ساختن این ناوها واقعا پروپاگاندا برای جنگ نیست، برای اینکه میخواد بگن که ما در چارچوب سیستم خودکفایی میتونیم واقعا ناو بسازیم، ولی سرعتشون بسیار کنده و خیلی آشکاره که واقعا ایران پیشرفت اونچنانی نداره. وقتی آیت الله خامنه ای به نیروی دریایی ارتش میگن که شما نیروی دریایی راهبردی هستین و دریادار سیاری مرتب از این مسئله صحبت میکنه، ایران ناوهایی نداره که ناوهای دریا که بتونه مال در اقیانوس ها و در دریاهای آزاد واقعا دریا نوردی بکنه، از نظر تعداد در مضیقه است که بتونه این واقعا باشه یک نیروی دریایی راهبردی. بله. بنابراین فاصله زیادی در چارچوب نیروی دریایی اگه بخوام صحبت بکنم هست بین اون مأموریتی را که آیت الله خامنه ای برای نیروی دریایی ارتش قائل شده و توان اینها. ساختن این ناوها که مدت‌ها طول کشیده واقعا بنیه نیروی دریایی ارتش رو اونقدر قوی نمی‌کنه. ایران بعد از انقلاب تا حالا 2 ناو ساخته، یکی ناو جماران بوده کلاس موج و این ناو دومه که شاید 1.5 یا 2 دیگر عملیاتی بشه. بسیار خب آقای واحدی، بگید دو نکته دارین رو بفهمید، من یه سوالی هم از شما. ببینید، من البته همیشه خودم رو محتاج نصیحت می‌دونم، نمی‌دونم مخاطب نصیحت آقای ویسی من بودم یا آقای زیبا کلام. از حق آقای زیبا کلام دفاع کنم اینجا، نه آقای زیبا کلام نسبت به افتخاراتی که فرزندان ایران، نه
و فرزندان حتی مسلمان ایران چه غیر مسلمان ایران آفریدن ابراز تردید کردن، نه من. بحث این بود که من شما سوال کردیم و من هم گفتم آقای زیبا کلام اونجا اشاره کردن. اگه بخوایم برگردیم به مسئله جنگ، ببینید نمیشه یک موضوع رو تک بعدی و تک ساحتی نگاه کرد. جنگ یک مقدماتی داشته. وقتی کودتای نوژه اتفاق افتاد، هر آدم عاقلی میفهمید در اون شرایط جمهوری اسلامی و ایران کودتا در ایران موفق نخواهد شد. یک حکومت مردمی بود در اون موقع، حالا ممکنه عده بگن فریب دادن یا واقعا پشتوانه مردمی داشتن. در برابر یک حکومت مردمی که اونقدر طرفدار داشت، هر کسی میفهمید کودتا جواب نمیده. باید رفت پشت پرده کودتا رو پیدا کرد. چرا باعث شدن که اما ضربه کودتا به ارتش ایران خورد. یعنی هم به نیروی هوایی ایران ضربه خورد، هم به نیروهای دیگه ضربه خورد. بسیار از نیروهای کارآمد از بین رفتن، تعدادشون اعدام شدن، تعدادشون رفتن. جالب هم بود که بعضیشون که زندان بودن بعد موقع جنگ بودن و بیشترین رشادت ها رو نشون دادن. بحث بر سر این بود که مقدمات جنگ چه چیزایی بوده. حتما من اشاره هم کردم عراق و آمریکا هم شاید و کشورهای دیگه هم انگیزه هایی داشتن یا حداقل سکوت کردن در برابر حمله که ایران شد. بحث من سر این بود که چه مقدماتی ایجاد شده. یه نکته من در مورد مقایسه توانمندی بگم، واقعیتش اینه که اصلا قابل انکار نیست توانمندی ایران نسبت به روز اول جنگ تغییر کرده. این توانمندی ربطی هم به حکومت نداره. جوانان ایران بسیارشون همونایی که رفتن شهید شدن یا تعدادشون الان زندان هستن، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ سیاست‌گذاری، چه به لحاظ نظامی افتخاراتی آفریدن طبیعتاً قابل مقایسه نیست. ایران راه‌های تعامل با دنیا رو یاد گرفت، راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفت، توانست بعضی از چیزایی که اون موقع تحریم بود به دست بیاره. به لحاظ علمی پیشرفت کردن، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و دنیا همین رو می‌فهمه. یه نکته من می‌خوام از هر سه شما بپرسم اگه میشه کوتاه بفرمایید. بحث این هست که اگر حمله صورت بگیره، این حمله آمریکا به ایران یا حمله اسرائیل ممکنه واکنش‌های ضد آمریکایی رو به دنبال داشته باشه در منطقه. یعنی چیزی شبیه اون چیزی که ما الان تقریبا شاهد هستیم، حمله به سفارت‌ها، اعتراضاتی که الان هست، آتش زدن پرچم آمریکا به خاطر مسئله در واقع واکنش به این فیلم یا در واقع اهانتی که به پیامبر اسلام شده. چقدر این حرکتی که الان داره اتفاق میفته به نفع ایرانه؟ یعنی ایران میتونه از این موج اعتراضات در واقع استفاده بکنه برای اینکه احیانا اگر ایده فکر میکنن به اینکه حمله نظامی صورت بگیره، با این محاسبه فکر میکنن که الان زمانش نیست. اگه بخوایم رو بررسی کنیم، بد نیست برگردیم به زمانی که یک در دانمارک اهانت به پیامبر اسلام شد، یا زمان سلمان رشدی، یا الان چه زمان مصر مبارک، چه زمان مصر مرسی وقتی به پیامبر اسلام اهانت شد مردم تظاهرات کردن. در یمن علی عبدالله صالح و یمن امروز تظاهرات میکنن، در تونس تظاهرات میکنن. یعنی به نظرم هیچ ارتباطی به اون چیزی که حالا یا بهار عربی یا بیاد اسلامی گفته میشه نداره. یک نوع احساسی در بین ملت‌های مسلمان هست، اما این رو هم فراموش نکنیم، بسیاری از ملت‌های منطقه به ناحق اصلا اسلام ایران رو قبول ندارند، چه حتی اسلام مردم ایران، چه برسه اسلام حکومت اسلامی. یعنی به نظر من الزاما پیوند مشخصی بین حمله به ایران با اهانت به اسلام اصلا هیچ پیوندی نیست، مشخص وجود نداره. این نمیتونه الگو برداری بشه. ضمن اینکه من عرض میکنم، ببینید در کشورهایی که تظاهرات ضد آمریکایی داره راه میفته، اینا بهش توجه داشته باشیم، کشورهایی هستن که حکومت‌هاشون وابسته به آمریکا بودن. یعنی یک کینه‌ای مردم دارن که میگن آمریکا از مبارک حمایت میکرده، آمریکا از علی عبدالله حمایت میکرده. من اصلا نمیگم درست یا غلطه، اما در مورد ایران این وجود نداره. یعنی الزاما مخالفت با حکومت ایران منجر به اینکه کسی فکر کنه طرفدار آمریکا یا برعکس نخواهد شد، من اعتقاد دارم. من که بازم میگم حمله به ایران صورت نخواهد گرفت، ان شاء الله اتفاق نخواهد افتاد، اما در فرضیاتی که داریم بررسی میکنیم، حمله به ایران منجر به واکنش خیلی جالب توجه و قابل توجهی در کشورهای منطقه و کشورهای عربی و کشورهای مسلمان نخواهد شد، کما که الان داریم میبینیم. شما ببینید قبل از حمله به عراق در بسیاری از کشورها تظاهرات بسیار گسترده صورت گرفت، اما الان حداقل فضای حمله به ایران داره فضای تبلیغاتی میشه. من نشیدم در کشوری مخالفت بکنن یا تظاهراتی بکنن. نباید رو این حساب کنیم، ما رو توانمندی خودمون حساب کنیم و امیدواریم، با اینکه من هیچ اعتقادی به این حکومت ندارم، امیدواریم در این مورد حکومت ایران تدبیر به خرج بده، این نیروهای تندرو رو کنترل کنه که این حرفا کمتر زده بشه و تحریکات به حداقل برسه. آقای ویسی عزم می‌خوام، یک دقیقه وقت داریم در مورد همین مسئله. اول راجع به اون ابهام بگم، نه من منظورم آقای زیبا کلام بود و آقا مشتبه واحدی رو من یکی از دوستان خیلی خوش فکر و با تحلیل دقیق میدونم و اگه بگم شاید 5 نفر 6 نفر که بتونن مسائل کنونی روز ایران رو تحلیل کنن و من بالای 90% باشون موافق باشم، یکیش آقای واحدیه که خودشون هم میدونن من ارادت دیرینه بهش میدارم. بحثم راجع به آقای زیبا کلام بود که وزن هر متقی رو جای خودش ببینیم، که اگر تحریک‌های ایران بوده بحث صدور انقلاب، بله بوده، ولی وزنش نسبت به عدم توازن که باعث حمله عراق شد چیز جداگونه است. هر جنگی هر موقع در دنیا شروع میشه محصول به هم خوردن توازن قواست. صدام حس کرد توازن قوا به هم خورده، به ایران حمله کرد. هزار دلیل دیگه هم هست ولی این مهمترین شه. اما راجع به اون سوال شما، من فکر می‌کنم نه تنها اعتراضات مردمی در منطقه، بلکه اون چیزایی هم که ما صحبت می‌کنیم، احتمالاً حزب الله، حماس، اینها به نفع ایران بیان نیان، اینها کاری رو از
جمهوری اسلامی در نبرد احتمالی دوام نخواهد کرد، چون فرق هست بین قدرت آسیب زدن و بحث بردن یا باختن جنگ. شما میتونید آسیب بزنید، این چیزایی که الان جمهوری اسلامی میگه که نمیدونم قیام میشه، ناو میزنیم، آر پی جی میزنیم، بله اینا آسیب میزنه، شما دو تا ناو هم زدی، سه تا زدی، بله. ولی قدرت تحمل آسیب جمهوری اسلامی در جنگ چقدر اگر ناوهاشو از دست بده؟ قدرت تحمل آسیب آمریکا چقدر که چند تا ناو از دست بده؟ بس قدرت تحمل آسیب نیست، بس بردن بزاره. یا نبردن جنگی که حتما توش تعیین تکلیف خواهد شد. به همین دلیل من معتقدم مثل آقای واحدی که باید تلاش کرد، علارغم اینی که من فکر میکنم هر نوع توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و غرب به قربانی شدن حقوق بشر و دموکراسی منجر میشه و این به لحاظ داخلی ضرره، ولی تبعات منفی جنگ اینقدر زیاده که باید ازش استفاده. سپاسگزارم از شما آقای ویسی، آقای آریان، آقای واحدی، از شما هم تشکر میکنم. فقط من این توضیح رو بدم که فراموش نکنید با توجه به تغییر ساعت در ایران، از هفته دیگه افق یک ساعت زودتر پخش میشه، ساعت 8 تا 9 شب به جای 9 تا 10 شب که معمول بود، تا افق یکشنبه.